با درود به همه یاران ایران فردا در خانه پدری و در چهارسوی جهان. خیلی جالبه، هفته گذشته پرویز از شیراز، مهرداد از تهران و امید از تبریز یه ایراد به من گرفته بودید و جالبه برای من. آقا چرا کت این رنگی پوشیدی؟ و هر سه توصیه کرده بودن همون لباس های تیره رو بپوشی. چشم، اطاعت میشه. دیگه کت اون رنگی کرم روشن نمی پوشم، اطاعت میکنم. شما به هر حال صاحب اختیارید دیگه، این برنامه رو ما اجرا میکنیم برای شما. هفته پیش خیلی من ناراحت بودم، چند تا اتفاق تلخ افتاد که ناراحتم کرد. یکی ماجرایی بود که بر سر شاعر عزیز عالی پیام آمد و خب در جمهوری ولایت فقیه آدم انتظار چنین اموری را میتونه داشته باشه، ولی حرکتی که در خارج از کشور شد در حمایت از او و همدلی شماها بسیار جالب و از این بابت بسیار خوشحالم که آقای حالومونو تنها نگذاشتید و نبایدم تنها باشه. انسانی که از صمیم دل صدا برمی کشد و با شعرهایش به شما امید میدهد. خب بندم یه سفری رفتم به ینگ دنیا، از این سوش تا آن سو، از واشنگتن تا لس آنجلس. حداقل میتونم بگم شرق و غرب رو زیر پا گذاشتم و همه در جهت بهتر شدن برنامه ها. میدونید که برنامه آقای اسداللهی در شکل جدیدش با زمان بیشتری اجرا خواهد شد. در این برنامه شما قطعات نمایشی رو هم خواهید دید، کارهای بسیار جالب و جذاب که مسعود اسداللهی استاد در اون کار. و اتفاقا ازش خواهش کردم، گفتم این نمایش در یاد ماندنی اوتلو در سرزمین عجایب رو هم با تحلیل خودش و بررسی خودش در برنامه پخش کن. گردآفرید رو هم در شکل تازه خواهید دید، برنامه‌ای که بسیار دوست داری، بازخوانی شاهنامه، اونم با اون شکلی که گردآفرید انجام میده، منتها حالا در هیئت تازه خواهیدش دید با اون لباس نقل و بیان نقل. خانم دکتر خزایی که برنامه‌شون رو ادامه میدن، برنامه روانشناسی، بسیار هم برنامه جذابی است، حالا بیشتر هم خواهد شد زمانش. و در این برنامه مسائلی هم که مربوط به خانواده‌های ایرانی میشه مطرح خواهند کرد. دکتر سیروس مشکی، دوست و یار قدیم و ندیمم، او هم به ما پیوست و برنامه حقوقیشو خواهد داشت. و از اون جالب‌ترم باز یک خبر دیگه هم دارم که حتما شما رو خوشحال می‌کنه. دکتر سیروس مشکی در برنامهش به مسائل حقوقی داخل کشور هم خواهد پرداخت، یعنی علاوه بر مسائل مربوط به مهاجرت، مشکلات ایرانیان در خارج از کشور، مسائل داخل رو هم پیگیری خواهد کرد. یه خبر خوب دیگه هم دارم. ناصر شاهیپل رو میشناسید، 40 سال با هم دوستیم، شاید هم بیشتر، 43-44 سال. شنونده رمان سالهای اصغرش بودم وقتی این رمان نوشته میشد، میشستیم تا 4 صبح و برای من میخوند. ناصر رو دیدم، تلویزیون رو دوست داشت و قرار شد که به جمع ما بپیوندد و بازخوانی تاریخ رو در برهه‌های بسیار حساس برای نسل جوان انجام بده. ما تلاشمون رو میکنیم در حد مقدورات و بضاعت مزجان. بریم ببینیم این هفته دوستان ما چه میگوین. نخستین پیام رو میشنه. سلام جناب دکتر نوری‌زاده، عید نوری‌زاده به شما و خانواده محترم شما تبریک عرض میکنم. از خداوند عاشق بهترین ها را برای شما و همکارانتون آرزو میکنم. خداوند انشاءالله شما را برای ما نگه دارد. از اینکه از آقای ستار دعوت کرده بودید تشکر میکنم. انشاءالله مهمان بعدی شما خانم حمیده باشه. انشاءالله مجددا عید نوروز به شما و خانواده محترم
تبریک عرض میکنم. سپاسگزارم دوست نازنین من، ممنونم از محبتت. حتما این کار رو خواهم کرد. میدونی خود من از ارادتمندان خانم خمیرا هستم و صدای او رو بسیار دوست دارم. هموطن بعدیم. الو، خسته نباشید. سلام آقای نوری‌زاده. بنده از سال 61 تا سال 65 در جبهه جنگ خدمت کردم، در جهاد سازندگی. آیا خدا راضی شد که در سال 65 تا 61 تا 65 بیمه ما را نریختم جهاد سازندگی؟ میگه شما فرد خدایی بودید، حزب اللهی بودید. اگر هم شهید شده بودیم، بودم در راه خدا. حالا که زنده هستیم بیمه ما را پرداخت نمی کنن. خدا فرد متشکرم. سپاسگزارم دوست عزیزم. بیمه شما را آقازاده آقای شیخ عباس واعظ طبرسی مازاراتی خریدن، مثل بقیهشون هموطن دیگر. آقای نوری‌زاده، بخوام ازتون بپرسم اینم کدوم چوپانی گلش رو رها میکنه به میرد که این شاه پهلوی این کارو کرد؟ با تشکر. این جمله ای بود که مرحوم محسن پزشکپور در روزی که پادشاه کشور رو ترک کرد در مجلس گفت، با لحنی پر از بغض و اندوه همین عبارت رو عنوان کرد. دوست دیگرمون، میشنویم پیامشون رو. درود بر شما. درود بر شما. ما که ببینیم اگر عبدالله های نوری‌زاده الان که زیر پخش میکنه پنجره رو به خانه پدری زنده است، من سوال داشتم از آقای برپخشی بفرماید، آیا این تحریم ها بعدش که همه چی سرگوی قدران ایرانی خارجی و خارجی خارجی آیا اعتماد میکنن بیان در این کشوری که زیر نفوذ مستقیم ملده ها سرگوی گذاری کنن؟ که مثلا به سهمی نخوان، سهمی نخوان، پنجه شهر افتاد در طرف اینا، اینا بتونن به راحتی مانند دوران اعلیحضرت کار کنن. با تشکر. نه دوست من، متاسفانه اولین حکمی که باید در مورد سرمایه گذاری ضمانت بشه مسئله امنیته. شما وقتی امنیت نداشته باشید، وقتی شما آقای ماهافرید خسروی یادتونه که به دعوت آقای خاتمی رفت به ایران سرمایه گذاری کرد، از بانک ها هم قرض کرد، 17-18 هزار شاید هم بیشتر کارگر براش کار میکردن، کارمند داشت، شرکت های متعدد درست کرد، تلکابین درست کرد، باشگاه درست کرد، گرفتن اعدامش کردن چون کتشلوارش به یک عبای آخوند گره نخورده بود. بله، این رژیم رژیمی است که اعتماد ملی رو سلب شده ازش و بنابراین کس بهش اعتماد نداره. حالا چطور بشه ثابت بکنن مقید به التزامات جهانی و التزامات اخلاقی و انسانی و ایرانی و حالا تشم میگم اسلامی اگه واقعا باشن؟ اون زمان وقتی روشن شد، اون وقت مردم ممکنه اعتماد بکنن برن در وطنش رو سرمایه گذاری کنه، ولی الان به کی اعتماد بکنه؟ به دزدای سرگردنه تو سپاه و توی حوزه و توی مساجد؟ نه، نمی کنه. منم با شما هم عقیدم. هموطن بعدی. تلویزیون ایران فردا، سلام عرض می کنم جناب دکتر نوری‌زاده عزیز که خیلی دوستشون می دارم و همیشه برنامه هاشونو همیشه و همیشه گوش میدم. خدا انشالله یارتون باشه، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. از تهران صحبت میکنم. سپاسگزارم هموطن عزیزم از تهران. نهایت لطف شماست و امیدوارم لیاقت این همه لطف رو داشته باشیم. هموطن بعدی. سلام خدمت دکتر نوری‌زاده عزیز، دوست من. دکتر جون خیلی دوست داریم ما جوانای ایران. یه خواهش دارم ازت، اول از اینکه پخش کنید، دوم از اون همینجور که آقای سرتر رو دعوت کردین، آقای داریش هم دعوت کنید تو برنامه. دکتر جون ما بچه ایران خیلی دوست داریم، امید مایی. دکتر خیلی دوست داریم، دکتر دوست داریم. دکتر نوری‌زاده عزیز صدایم قد و بالات بشم. دکتر خیلی دوست دارم، قربونت برم دکتر جون. دکتر جون
ممنونم فرزند عزیزم، سپاسگزارم، خیلی به من لطف داری، به خود میبالم و اگر بتونم با شما جوانان، با فرزندانم ارتباط ذهنی پیدا بکنم بسیار خوبه و همین که محبت داری. چشم، فرصتی پیدا شد داریوش عزیز اینجا بود، حتما این کارو خواهم کرد. عده ای از این هنرمندان هستن که هم دوست من هستن، هم آشنایی دیرین باشون دارم و به هم بهشون خیلی حرمت میگذارم. سپاس گذارم. هموطن بعدی کنم. خواهر سوال داشتم، البته شما بهتر میدونید. نمیشه یه پتیشنی پر بکنیم بگیم این آقای تیلتا پارسی رئیس انجمن ایرانیان در آمریکا نیست؟ بله، چرا نمیشه عزیزم؟ چرا نمیشه؟ حتما میتونید این کار بکنید. و اولا ایشون رئیس انجمن ایرانیان در آمریکا نیست، ایشون برای خودش یه دکونی درست کرده، تو اون دکونش داره کار میکنه، عیالوار هم از کاسبه و اون دکون هم باز کرده، بنابراین خیلی اهمیتی هم نداره. شما فکر چقدر اهمیت داره؟ اتفاقا ایشون گاهی اوقات برخلاف اون چه فکر میکنه پدر جمهوری اسلامی رو در میاره، از جمله تو همین سخنانی که گفته بود که پریروز تو العربیه مشاری زایدی که من یه تیکش هم تو برنامه هم گذاشته بودم، اومد به استناد به او حرفاشو پخش کرد و گفت آقا ایشون داره میگه ایران بهترین دوست اسرائیل. چه میشود کرد؟ متاسفم. ایشون زرتشتی هم هست، یعنی یک ایرانی خالصه. نمیدونم. هموطن بعدی. سلام، خسته نباشید جناب نوریزاده. جناب دکتر نوریزاده، یه خواهشی که ازتون داشتم، میخواستم ببینم میتونید بند به بند این توافقی که اینا کردن، بارا توضیح دادید که من پیگیر برنامه‌تون هستم، بند به بند این برنامه توافقی که کردن اینا را توضیح بدید برای مردم، بند به بندشون به صورت واضح. یه سری کلمات جملاتی هست از لحاظ بین‌المللی دو این برنامه به کار برده شده، مردم عادی آنچنان متوجه نمیشن، از جمله خود من. اینا را به صورت واضح توضیح بدید، خیلی ازتون ممنون میشم. و دوم اینکه با همه خوشقولی هایی که دارید، یه بار شماره گذاشته بودم که تماسی بگیرید، متاسفانه نگرفتید، دوباره شماره هم افتاده. خب دوست من، همینجا بگم همین اشتباه شماست، فکر میکنید شماره تون میفته. شما فکر کنید 500-600 نفر پیام میذارن، شماره شون نمیفته، بعد خودتون شماره رو بگذارید، یعنی در پایان صحبتتون وقتی حرفتون تموم شد بگید این هم شماره من، که من اونو جدا بگم بکنن، یعنی شماره تون پخش نشه و بعد بشه بهتون زنگ زد. این اشکال است، چون با کارت تلفن هم اغلب از ایران میزنید، اصلا شماره دست ما نمیفته، بنابراین این کار رو حتما بکنید. این یکی. دوم، در مورد قرارداد، مذاکرات دوباره شروع خواهد شد و من حتما این کارو میکنم. چشم، من اصلا میذارم قرارداد رو جلوم و بند به بند میرم جلو و راجبش صحبت میکنم با کمال میل، حتما این کارو خواهم کرد. سپاسگزارم ازتون. هموطن بعدی. درود بر شما جناب آقای، از خودم خدمت شما نوریزاده. من میخواستم قبل از اینکه پیغام خودم بذارم از برنامه های خوب شما خانه پدری، پنجره رو به خانه پدری تشکر کنم و واقعا از اون بحث زیبایی که می کنید و مطالبه که به درد ما بخور مخصوصا جوان ها بیان می کنید تشکر ویژه کنم. اما یه مطلبی که یه سوال یعنی از شما داشتم می خواستم شما جوابش بدید، این که هواداران نظام پادشاهی یکی از اصول اعتقادشون اینه که میگن به این اصطلاح حتی آیت الله بی بی سی در سال 57 انقلاب کرد، یعنی انقلاب 57 توسط بی بی سی و طرفداران بی بی سی و از خانه خود نشان انگلستان تا بین عبارت اینا این کار کردن و این انقلاب در سال 57 انجام دادن و
پادشاه ایران رو بیرون کردن و امام خمینی رو جاش آوردن. مخصوصا میگم شما واقعا نظر در این مورد چیه؟ آیا این حرفی که بی‌بی‌سی میزنه یا طرفدار نظام پادشاهی بی‌سی میزنن آیا درسته یا درست نیست؟ اگه اینو جواب بدید ممنون میشم. سپاسگزارم. منم برای شما روز خیلی خوشم. سپاسگزارم دوست من. اولا عنوان آیت الله بی بی سی رو تا اونجایی که من دیدم و مکتوب هست مجاهدین خلق به بی بی سی دادن. من هیچ کدوم از سلطنت طلبا رو ندیدم، در این حال که انتقادم میکنن یا چیزایی میگن، ولی آیت الله بی بی سی عنوانی است که مجاهدین خلق بر بی بی سی گذاشت. نکته بعد اینه عزیز دلم، هیچگاه یک رژیم بسیار قدرتمند رو با یه برنامه یه ساعته رادیویی در شب که اون وقت هم رو موج کوتاه بود به سختی شنیده میشد نمیشه سرنگون کرد. این یعنی در واقع آسون کردن خود و این که مسئولیت از شانه خودمون برداریم و بگیم اون همه میلیون آدمی که تو خیابون بودن به دعوت بی بی سی اومده بود. نه، اینجوری نیست. زمینه های وجود داشت، طبیعتاً این زمینه ها در بعضی جاها بزرگ نمایی شد، در بعضی جاها خیلی مبالغه شد روش. شاید در بی بی سی هم افرادی بودن که شخصا به اون رژیم دلبسته نبودن، علاقه نداشتن و فرصتی بود برای این که حرف ها رو خیلی با احساس بیشتری بزنن. ولی سیاست کلی از جانب هیئت مدیره بی بی سی تعیین می شد و بنابراین نمیتونست یه نفر بیاد اونجا داد بزنه. اما یه موردی که من خودم دیدم که شاهدش بودم، روزی که آقای دکتر شاپور بختیار نخست وزیر، زنده یاد دکتر بختیار، نخست وزیری پادشاه فقید رو پذیرفت و وقتی به خانه آقای سنجابی اومد، آقای سنجابی فکر کرد شاه با نخست وزیری ایشون موافقت کرده، گز و ورداش پخش کرد. ولی وقتی دکتر بختیار گفت من نخست وزیر شدم، آقای سنجابی کلافه شد و همون زمان یکی از اون دستیاران ایشون که بعدم تو وزارت خارجه باشون رفت و بعدم مصیبت دکتر سنجابی و بقیه ملت ایران نصیب ایشون شد، رفت بیرون تلفنی به بی بی سی اطلاع داد شاپور بختیار اخراج شد. بی بی سی یک خبر رو باید از دو سورس بگیره. قانون بی بی سی محال شما یک خبر که اتفاق هم افتاده به بی بی سی بدید تا دو سورس معتبر نداشته باشه پخش کنه. ولی در اون روز گویندهی که خبر رو میخوند و با ایشون صحبت کرد وسط حرفاش گفت شاپور بختیار از جبهه ملی اخراج شد، در حالی که هنوزم اخراج نشده. این رو من دیدم. ولی باز این دلیل بلی میشه که بی بی سی انقلاب کرد در ایران؟ نه. چرا بعدن این همه رادیو تلویزیون همه اینا نتونستن در ایران انقلاب بکنه؟ ببینید یه زمینه های وجود داشت، به اضافه این که رژیم شاه رژیم آدمکش مثل اینا نبود، مقابله کرد با انقلاب اولش، ولی زمانی که دید فقط باید کشتار بکنه دست کشید و شاه نخواست آدم بکشه. ولی رژیم جمهوری اسلامی ابایی در کشتار نداره. نمونه های مختلفش رو در دوران های آقای خمینی و آقای خامنه ای دیدیم. هجده تیر یادمونه، قلع و قم جنبش سبز هم یادمونه و تعداد کشتگان مطابق آمار رسمی صدها، نه دهها، صدها برابر تمام دوران 57 ساله پهلوی هاست. اما کشتن یک نفر هم در سرزمین ما نباید توجیه بشه و قانونی شمرده بشه. هیچ کس نباید شکنجه بشه به خاطر اندیشش، هیچ کس نباید آزار ببینه به خاطر اندیشه سیاسی در زندان باشه. اما وقتی یه نفر مسلسل ورداشت خواست آدم بکشه، خیلی طبیعی است قانون باید او رو مورد محاکمه قرار بده. هموطن بعدی. خیلی ممنون. بزرم نهر سلام و خسته نباشید خدمت آقای علیرضا نوری‌زاده. سوالی من دکم راجب نقش سلامتی مراد در ایران از جمله آقای فروغی، آقای عامری و غیره، نقشی که راجب بینا خیلی کمتر صحبت شده، اگر امکانش هست یه توضیح کامل راجع به این سازمان و این تشکیلات داده بشه، چون میدونم قطعا ایشون اطلاعات بسیار تا بسیار کاملی داره. البته داشتن این اطلاعات نمیخوام باعث این بشه که مشکل واسه ایشون درست بشه. خیلی ممنونم، این خیلی مهم هست و من واقعا علاقه‌مند هستم که راجع به این مسئله اطلاعات به دست بیارم.
دوست من، این اندیشه که فراماسونا قوی‌اند و دنیا رو راه میبرن اندیشه اشتباهی است، خطا است. زنده یاد اسماعیل رائین، دوست نازنین من، واقعا استاد من، سه جلد کتاب فراماسونی نوشت که کسانی هم بهش کمک کرد. در واقع یکی از جهاتی که بهش کمک کرد خود دربار بود، مرحوم علم بود و دربار بود، همینطور آقای هویدا و ساواک. دلیلش هم این بود که اینا میخواستن اون رجالی که وابسته به فراماسونی هستن اینا اسمشون عنوان بشه، عرضه بشه. شاه به شدت از این تشکیلات متنفر بود، ولی دوروبرش پر بودن فراماسون ها. فراماسونری در قرن 18 و 19 بله میتونیم بگیم یک شکل انجمن سری و مخفی رو داشت که در این انجمن مخفی راجع مسائل مختلف هم تصمیم میگرفتن. آدم ها هم دیگر رو میدیدن، فردا این طرف میدید این نماینده مجلس عضو فراماسونریه، هواشو داشت. اگه رئیس مجلس بود، اگه جعفر شریف امامی بود. ولی فراماسونری به مرور تبدیل شد به کلاب، مثل کلوب روتاری، مثل باشگاه لاینز. یه دو آدم دور هم جمع میشن و چندان تأثیری در سرنوشت مملکت یا جامعه، خب انگلیس هم فراماسونری داره، آیا تأثیری در انتخابات دارن در جای دیگه، در سیاست خارجی بریتانیا، آمریکا هم داره، فرانسه هم داره. دیگه الان فراماسونری از اون شکل قدیم در اومده. این انجمن معماران در واقع بنایان یه تشکیلاتی است مثل یه کلوب، دور هم جمع میشن، حالا یه ادا اطواری هم دارن، مثلا دامن مخصوص روش میندازن، یه چیزی مثل پیشبند میبندن، لباس مخصوص دارن اون روزی که میخوان برن مشرف بشن از این کارا. والا گفت مرحوم سال علی شاه و فرزندشون مرحوم سلطان حسین گنابادی، اینا وقتی کسی میخواست مشرف بشه، میخواست درویش بشه، میگفتن یک پارچه سفید بیار و اون پارچه سفید و یکی انگشتر و اون پارچه سفید رو مثل کفن میپوشیدید و اون پیرم دستش رو سر شما میذاشت و دعایی میخوند. که معمولا هم کسی که میخواست بیاد تو اون طریقت حالت لرزه بهش میافتاد، یه حالت معنوی و روحانی داد. اونجا خیلی ساده و کفن بود. در فراماسونی نه، خیلی لباسهای منگوله دار و پر رنگ و برقه، ولی تای قضیه که بدید هیچی نیست. بعدم به این راحتی راجبش حرف زدم، هیچ کم هیچ کاری بنده نمیتونه بکنه. فکر نکنید الان فراماسونی لندن لوژ فلان حکم قتل منو صادر میکنه، نه نه از این چیزا نیست. نترسید، فراماسونری تقریبا تبدیل شده به یه باشگاه دوستان که دور هم جمع میشه. هموطن بعدی، با درود و خسته نباشید. شرم‌آور از کسانی که کشور ایران و ملت ایران و غنیمت اسلام میدونن هنوز بعد از 36 سال حاکمیت رو در دست دارن. همخونان ما که در خارج از کشور هستن هنوز به تفاهم نرسیدن که این قانون اساسی و این افراد باید از داخل کشور جمع بشه و تمام کسانی که در 36 سال حاکمیت رو در دست داشتن مجرمن، باید همه این افراد محاکمه بشن، جنایاتشون پوشونده مونده. هیچ گونه بحثی در رابطه با جنایاتشون نمیشه که توی 6 سال چیکار کردن. این اون چیزی نیست، اون دموکراسی نیست که برای منطقه و ایران میخواستیم. در قرن 21 استبداد هنوز در کشور خودمون پا بر جاست. چرا ملت هنوز خوابند؟ این وظیفه رسانه‌های خارجی است که مردم رو بیدار کنند. ممنونم دوست من. یه نکته رو بذار برات بگم. جمعه گذشته دوست و همکار عزیزم علی لیمونادی که دفتر ایران فردا رو در لس آنجلس اداره میکنه و استودیوی ما رو، لطف کرد به خاطر من یه مهمانی داد.
حدود 30 نفر از چهره های سرشناس شهر حضور داشتند. از چهره های برجسته سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ادبی همه بودن. در اونجا دکتر هولاکویی عزیز که همه آشنا هستید و یک روانکاو و روانشناس و عالم اجتماع خیلی مشهور هست، یک رادیوی خودش در اونجا داره که بسیار رادیوی پر شنونده است، بحثی رو باز کرد راجع به امروز ایران و ما شروع کردیم بحث کردن. شما باورتون نمیشه در اون جمع 30 نفره چقدر اختلاف نظر وجود داشت. یعنی بعد از 36 سال بسیاری از ما که دیر سالی است آثار و مصائب حضور جمهوری ولایت فقیه رو تحمل کردیم، نمیتونستیم در 4 موضوع ساده با هم به توافق برسیم. این مشکله دیگه. انسان وقتی دموکراسی رو تمرین نکرد، وقتی امیدوارم نسل جوان این یاد بگیره دموکراسی، به خصوص بچه‌ای که تو خارج بزرگ شده، برای ماها نسل ما هنوز خیلی سخت تحمل هم دیگر رو کردن. راست میگی عزیزم، ملت ما استحقاق این قانون اساسی رو نداره. ما بعد قانون اساسی خیلی بهتری داشتیم، قانون اساسی مشروطه عیبی نداشت. اگه اینا ریگی به کفش نداشتن و خواستار دموکراسی بودن، با تغییر 4 بند راجب سلطنت میشد دموکراسی رو ضمانت کرد، اگه واقعا اینا راست میگفتن. ولی اینا از اول دروغ میگفتن، دنبال برپایی خلافت بودن، ولایت امر 100 بدتر از بدترین نوع سلطنت استبدادی. خیلی معلومه، نمونه شو داریم امروز میبینیم. یک نفر تصمیم میگیره، بعد میاد میگه بعد از 14 که پدر ملت سر پروژه اتمی در اومده، میگه من نه با این قرارداد موافقم نه مخالف. بی مسئولیتی تا این حد. هموطن بعدی، الو، با سلام فراوان خدمت جناب آقای دکتر نوری‌زاده. من مهدی هستم از بلژیک. خواستم خدمت شما عرض کنم، شما البته استاد هستید، اما در آخرین اظهار نظری که آقای رهبر ما آقای خامنه‌ای کردن در مورد همین قراردادشون، میگن نه موافقم نه مخالف. شما بهتر از بنده، نه بهتر از بنده که هیچی نیستم، بهتر از همه استادها میدونید که ایشون فقط میخواد وقت بخره و 3-4 ماه آینده. باور بفرمایید، باور بفرمایید، شما اسم مهدی رو نمیتونید فراموش کنید، یعنی نمیشه فراموش کرد، مهدی آخر زمان از بلژیک. اگر ایشون آخر تیر ماه یا مرداد نگفت، من ما ایشون نه کارگزارانش نگفتن ما بمبو داریم، حالا یا از کره شمالی میخرن از یه جای دیگه، برای اینا که انقدر پول دور رفتن و دوزیدن و نفله کردن، یه پولی هم میدن یه چیزی هم میخرن و بعد آخرش هم اینو اعلام میکنن. خواستم فقط خدمت شما اینو گفته باشم. ما یادمون میمونه مهدی عزیز، و امیدوارم حالا که گفتی مهدی امام زمان از بلژیک، این پیش بینی شما حقیقت پیدا نکنه، چون اون وقت مصیبتی برای ما آغاز خواهد شد که به ویرانی مطلق ایران منجر میشه. هموطن بعدی من، با سلام آقای نوری‌زاده و خسته نباشید، امیدوارم پس از این توافق خسته‌ای آقای روحانی به مشکلات درون پی ببره و بیاد مشکلات درون کشور رو حل کنه، که با توافق هسته‌ای به تنهایی اکتفایی به مملکت نمیشه. با تشکر. سپاسگزارم دوست من. توجه کردم خیلی از شما که زنگ میزنید دارید برنامه رو میبینید، نکته توجهتون جلب میکنه، تلفن رو برمیدارید زنگ میزنید، برنامه هم داره پخش میشه. لطفاً اگه خواستی تلفن رو برید یکم اونورتر که صدای برنامه پخش نشه توی صدای شما. هموطن بعدی من، سلام دارم آقای نوری‌زاده عزیز. میخوام بگم اگر اینا توافق بکنن،
آیا به نظر شما و کارشناسانی که خارج از کشورن برای ما چه نفعی خواهد داشت؟ آیا اینا میان درآمدی که به دست میارن از پول نفت و این پولایی که بلوکه شده تو کشورهای دیگه اینا رو میان خرج مردم ایران و زیرساخت مملکت میکنن؟ فکر نمیکنم که اینطور باشه. خدا شاهدم اینه که میگن من خودم الان 38 ساله که پاییت برم رانندم از شیراز و کاورون، یعنی خونه زمیون خان زمیان یه جده کمربندی خواستن درست بکنن، حدودا 3 یا 4 کیلومتر راهه. خدا بچگی نباید 3 ماه این جده کار بکنه؟ ببین چه جوری درستی میکنن. این جده هنوز درست نشده. ما نمیدونم بعد این ناظر نیست رو سر اینا، اینا چه کار میخوان بکنن؟ جده زمانشان هنوز دارن کار میکنن، خیلی هم قسم کار میکنن، هنوز جسم خراب نشده، ولی این جده که جدید درست کردن 3 ماه روش نگذشته تمام پر چند کیلو شده، خیلی هم وصلش میکنن، بازم اون برش میشه، اون برش درست کنن، اون برش خراب میشه. خب این مملکتی که زن ستیزه چطوری میخواد مملکت اداره بکنن؟ باید اینا مال مملکت اداره کردن نیستن به خوده. بله منم با شما موافقم دوست من، میدونم همین جوری بزک میکنن یه چیزی رو درست میکنن فردا هم خراب میشه. باور کنید وقتی من این پولار هوایی رو اینا رو میبینم بدنم میلرزه، میگم خدایا نکنه این پولا مثل کارهای دیگرشون فرو بریزه. حالا میگفتن آقای قالیباف در این موارد خیلی جدیه، نظارت دقیق میکنه از لحظه اولش. ما چقدر به این آقای قالیباف امید داشتیم که ایشون متفاوته، ولی بعد از انتخابات ریاست جمهوری اعمالی ازش سر زد که سر من سود کشید. میگفتن یک مدیر مدبره، قدرتمند، کار رو انجام میده. بعد یه دفعه دیدم خود رو در سطح حسین بازجو، در سطح مرتضوی و اینا حقیر کرد، پایین انداخت، رو کفش افتاد. حیف بود، حیف بود، میتونست در آینده ایران نقشی داشته باشه. هموطن بعدی من سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان که زحمت میکشن. مورد از تماس گرفتنم خواستم از زحمات آقای شاهید که این برنامه های خوب رو تهیه میکنن واقعا تشکر کنم، که هر بار میبینم برنامه ایشون رو حتی توی تکرارهاش واقعا مطالب تازه رو یاد میگیرم. در مورد دوم جناب دکتر عزیز، البته من کوچکتر از اونم که خدای نکرده بخوام ایراد چیزی بگیرم، تو برنامه خیلی زیبای خانه در خانه پدری اون نیم ساعت اول رو که راجع مطالبی که صحبت میکنیم، مثلا یه مطلب خیلی مهم رو که دارین راجعش صحبت میکنیم و وقت برنامه پخش برنامه خب اون اتفاقت کوتاه میرسه و موکول میکنید اون رو به بخش دوم، ازن مشاهده شده که خب شما منتظر شنیدن اون اطلاعات و اخبار شما هستیم که این مطلب رو هم بگم. واقعا این رو میدونم که به جرأت قسم میخورم شما هیچ حرفی رو بدون اخبار درست و اطلاعات درست به زبون نمیاری، بعد میبینیم که بعد از اون اصلا راجع به موضوع دیگه صحبت نمیکنیم، تا بعضی وقتا اصلا مطلب از دستمون در میره. نه اینکه خب مطالب بعدتون بسیار جالب و گوش دادنی، اما راجع به اون موضوع مهم بعضا فراموش شده، که البته من خیلی کوچکتر از اونم که خدای نکرده بخوام ایراد بگیرم، اما ابدا دوستم که ما فرا شما دوست. قربونه برم، خیلی ممنونم ازت، تذکر به جایی، راست میگی، بعضی وقتا این اتفاق میفته، یا موضوع مهمتری به یادم میاد یا نکته این یادداشت کردم روش مراجعه میکنم، راست میگه، حق با شماست، تلاش میکنم این اتفاق دیگه نیفته. ممنونم از تذکره. هموطن بعدی با درود و خسته نباشید، میخوام درباره برنامه هاتون درباره پارازیت اشارتی بکنید که چرا هنوز پارازیت ادامه داره. چشم، ما میگیم ولی جمهوری ولایت فقیه دستبردار نیست، حتی دولت امریکا، سازمان ملل همه هم بهش تذکر دادن، ولی پارازیتو میدن و مخصوصا روی ایران فردا
و بعضی از برنامه ها بسیار توجه دارن که حتما پارازیت بدن، ولی به هر حال سه نوبت پخش میشیم، حالا یه نوبتش پارازیت دادن، نوبت دوم شما ببینید، اشکال نداره، غرض اینه که راهی به دلها داشته باشه. تلاش میکنیم حالا بهتر بشه، بهتر تصویرها بهتر به شما برسه از ماهواره دیگر، حالا داریم تلاش میکنیم، نمیخوام قول بدم بعد خجالت بکشم جلوی شما. هموطن بعدی. سلام دکتر نوری‌زاده، من امیرم از تهران مزاحم میشم. دیشب یه برنامه قشنگی دیدم، لذت بردم. این ساخت کالباس و سوسیس و اینا کارخونه قشنگی بود با کیفیت و با مواد درجه یک این کارو میکردن. خیلی برنامه خوبی راجع به شناخت ملت ایران از صنایع غذایی، صنایع تکنولوژی روز ایران آشنا بشن با این کارخونات. اگر بتونین این کارو بکنین، ملت این بدبینیشو از جنس ایرانی، از نسل ایرانی از بین میره تو دلش. این خیلی کار قشنگی بود. ممنونم. امیرم از ته. امیر عزیز، سپاسگزارم ازت. همینجا به صاحبان صنایع در ایران میگم هر فیلمی از صنایعشون گرفتن اینجا بفرستن، من مجانی پخش میکنم. کمان که این فیلم کارخونه کالباس که من نبود، یک هموطنی گرفته بود، بسیار زیبا درست کرده بود، من دیدم و پخش کردم. الان هم همینطور دلم خیلی میخواد صنایع کفش، صنایع لباس، مثلا برک تو ایران واقعا لباس زیبا تولید میکنه، خود من میخریدم. کفاشی های ایران چه کفش های قشنگ، تبریز چه کفش های درست میکنه، در خود تهران چی بود اسمش، وارتان بود کفاشی، فوق العاده. و هاکوپیان مثلا فوق العاده لباساش هست، عالی بود. اینا رو بذارید صنایع اتومبیل، صنایع دیگه، هر چی، من کاملا آمادگی دارم فیلمش رو به من برسونید، با نهایت اشتیاق، با گفتاری بسیار دلنشین براتون پخش میکنم. همینجا اعلام کرد. هموطن بعدی. الو، سلام علیکم جناب دکتر نوری‌زاده، سال نوتون مبارک باشه، انشاءالله سال خوبی داشته باشیم. جناب دکتر نوری‌زاده، میخواستم بگم در رابطه با برنامه تفسیر خبر، اگر مقدور هست آقای چالنگی، آقای دکتر سیامک شجاعی و دکتر سهراب صبحانی رو دعوت کنن. بعد میتونید ایشون، دکتر شجاعی اطلاعات اقتصادی خیلی خوبی دارن و خیلی هم به نفع مردم هستش، کمک در بدترین وضعیت های اقتصادی ایشون در برنامه تفسیر خبر راهنمایی هایی کردن که خیلی از مشکلات رو حل کرد. ببینید برای مثال، مثلا در بحران گرونی ارز تو سال 91 ایشون در برنامه اومد، در برنامه تفسیر خبر مخ صدای آمریکا نشون میداد، اومدن و گفتن خود درسته که دلار گرون شده، ولی میشه این رو عاملی میشه که صادرات غیر نفتی رو بیشتر کرد و خیلی هم پیشنهاد دادن. یه تعدادی از کارخونه جات که در حال ورشکستگی بودن، اینا هم شروع کردن به صادر کردن به عراق و از ورشکستگی در اومدن. حتما دوست من دکتر شجاعی دوست نازنین منه، همینطور دکتر صبحانی، هر دوشون، و با آقای چالنگی همکار عزیزم آشنا، و آقای چالنگی همیشه ازشون استفاده میکردن، یعنی دعوت میکردن، لطف میکردن، میومدن. الان هم حتما این کارو خواهیم کرد. گفتم من دکتر شجاعی رو که خیلی هم دوستش دارم و خیلی افکارمون هم نزدیکه به هم. در حال رسیدیم به پایان برنامه، متاسفم که وقت بیشتری نداری. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، ایرانی سربلند، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا هفته آینده همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.